نارنجی پوش های ناگزیر. پای این خانم کهنسال را تنگ دستی بر روی جاده کشانیده. روزانه این مسئولیت را باید انجام بدهد و در برابر آن ماهانه 6000 افغانی دستمزد بگیرد. از ولسوالی تالا و برفک ولایت بغلان به علت ناامنی ها و دشواری های اقتصادی به کابل آمده و در حال حاضر در خانه کرایی بسر می برد. هست من یعنی می هست که می کار کنم غریبی کنم اولادای می بیخانه من صاحب یک چیز شوان که می خانه کرایی هستی دیگه که دم ایداد ندار نانوردی مزشتگاه خود مستم مردی کارگر ندارم من پنج غرلی خورد ریزه دارم اون دمی کار اخو می کار که شد خوش شدم دیگه کار پیدا نمی شد که مو می کنیم. شمار این نارنجی پوشان در تمامی کابل به 14 تن می رسد. کار کردن خانم ها آن هم بروی جاده با توجه به فرهنگ های ناپسند کار ساده ای نیست. می گویند گاه گاه با سخن های زشت روبرو شدند. مردم برخورد میکنه، بعضی خوب میگه، بعضی بد میگه، بعضی ریشخند میکنه، در قضی مردم نیستی. مگر مجبوری بشه که در سرک کار کنی، از غریبی باشه. اگر غریبی نباشه، دوای سر چرا در جاده کار کنی؟ اما ریاست تنظیف کابل میگوید که نقش این خانم ها را از پاکاری شهر به علت فرهنگ های ناپسند به نقش های آگاهی دهی به مردم تغییر خواهد داد. از اینکه خانم ها برای نو در سرکا جاری کشی کنن و به اتاق کارا مشغول باشن چون فرهنگ ما یک اندازه همین مسائل ایجاب نمیکنه. بنان ما هم خانم ها را کوشش میکنیم که زیادتر در بخش آگاهی دهی اما خانه به خانه برن به مردم آگاهی دهی بتن در اون رولا ما استخدامشان میکنیم در آینده. افغانستان کشوری که هنوز هم چالش های فراوانه در برابر کار کردن زنان در بیرون از خانه پا بر جا هستند. جلال میرزاد، آشنا صدای امریکا، کابل.